افغانستان با داشتن آب و هوای مناسب یکی از کشورهای پیشتاز در بهره برداری بهترین زعفران در منطقه است و برای گسترش کشت زعفران و افزایش تولیدات این گیاه وزارت زراعت و آبیاری امسال بیش از 500 تن پیاز زعفران را در 30 ولایت کشور توزیع می کند. وزارت زراعت و آبیاری می گوید که امسال کارهای عملی طرح 5 ساله زعفران را برای افزایش تولیدات زعفران آغاز می کند. در نظر داریم که در سال 1396 برای 20 شرکت سرتیفیکیت آیسو یا سرتیفیکیتی که اجازه میده محصولات زعفران افغانستان به بازارهای بیرونی را پیدا بکنه و به فروش برسه، این سرتیفیکیت در تدارک هستیم که بر شرکت‌های خصوصی بگیریم. در حال حاضر هرات 90% زعفران کشور را تولید می کند و ده‌ها شرکت تولید و پروسس زعفران در این ولایت کار می کنند. اما شماری از زعفرانکاران در این ولایت می گویند که کاهش چشمگیر بهای زعفران در کشور آنان را زیانمند ساخته است و اگر زمینه صادرات زعفران به بازارهای جهانی فراهم نشود، این شرکت‌ها زیان‌های سنگین را متحمل خواهند شد. زعفران اگر بشه یک چند قرارداد با کشورهای خارجی، خصوصا با بعض کشورهای عربی، این زعفران اگر صادر شه میتونه و اینجا هم زعفران بالا ره و در کل قیمت زعفران خوب میشه. قیمت زعفران 50,000 پایین آمده، به این خاطر طبعا کس که میخواد سرمایه گذاری کنه در عرصه کشت و اینا دیگه در مقابل فکر ریسک بسیار بزرگی میبینه. از سوی هم رئیس اتحادیه ملی زعفرانکاران میگوید بانک قراردادها با کشورهای عربی و چین برای صادر شدن زعفران به این کشورها امضا شده است، اما حکومت برای عملی ساختن این قراردادها هیچ تلاش نمی کند. شکی نیست، تفاهم‌نامه با قوت خود باقی است، ولی کسی کار داره نیاز است که این را پیگیری بکنه. گفته می شود که تجربه زعفرانکاران کشور در کشت و برداشت این گیاه صنعتی بسیار اندک است، اما اگر این زعفرانکاران حمایت های لازم شوند در زمان اندک آنان می توانند رقابت سالم در بازارهای جهانی داشته باشند.